نام خدا با عرض سلام بیننده های عزیز و مجموعه خبری این ساعت از خورشید خوش آمدید. امروز شنبه 4 جوزای 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 مه 2019 میلادی. در نخست خط خبرها، انتقاد از عزل و نصب غیر قانونی افراد از سوی رئیس جمهور، ادامه زد و بندها بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان، خواست مجلس سنا بر پیگیری جدی پرونده حاجی دلاور، آغاز زود هنگام روند بیمه و سایت نقلیه در کشور، و هشدار نخست وزیر پاکستان در پی افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران. بنفشه بهار نبی‌زاده هستم. شماره از حقوقدانان عزل و نصب های پسین را از سوی حکومت نقض قانون می دانند و در همین حال شماره از نامزدان ریاست جمهوری و اعضای مجلس نمایندگان این کار را تلاش برای بقای در قدرت از سوی رئیس جمهور می دانند. در تازه ترین مورد، رئیس جمهور غنی فهیم هاشمی را به حیث سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گماشته است. عزل و نصب افراد در هنگامی که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود. در تازه ترین مورد، رئیس جمهور غنی محمد فهیم هاشمی را به حیث سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گماشته است. هرچند در حکم ریاست جمهوری گماشتن سرپرست تازگی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بر بنیاد فقره 13 ماده 64 قانون اساسی استنباط شده است، اما حقوقدانان این کار را خلاف قانون اساسی می دانند. اگر حکومت وحدت ملی را برآمده از یک توافقنامه سیاسی بدانیم، بنابراین قبل از اول جوزا هم کدام اجراتش قانونی نبوده و حالی هم کدام اجرات قانونی نداره، بلکه از لحاظ اداری یک چتر به خاطر رهبری حکومت در افغانستان وجود داره. ریاست اجرایی در این مورد ابراز نظر نمی کند، اما برخی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری این کارات خطی انتخاباتی دانسته و می گویند به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در مورد تقرری های پسین شکایت درج می کنند. یا رئیس جمهور به اصطلاح جریمه بکنه، هشدار بدهش و حتی عزلش بکنه. در کنار آن، جابجایی افراد در وزارتخانه ها و ولایت ها تلاش برای بقای رئیس جمهور در قدرت پنداشته می شود. حرکات رئیس جمهور در این اواخر یا مورچینی هایی که امروز در دستگاه حکومت شروع کرده، نماینگر عزیز که می خواهد افس قدرت یا بقای قدرت خود تنظیم بکند. در 5 سال دوره حکومت، نصف کابینه رئیس جمهور غنی از سوی سرپرست وزیران اداره شده است. به گونه ای که هم‌اکنون نیز 9 وزارتخانه از سوی سرپرست وزیران مدیریت می شود. نمایندگان مجلس در هفتمین روز کاریشان نتوانستند اختلاف بر سر کرسی ریاست این مجلس را حل نمایند. هواداران رحمانی میگوید فردا با نشر آگاهی نامه مشترک میر رحمان رحمانی را به حیث رئیس این مجلس معرفی خواهند کرد، اما کمال ناصر اصولی میگوید آنان به هیچ فرد اجازه نخواهد داد تا به زور کسی را به کرسی ریاست این مجلس بنشانند. در همین حال نمایندگان مجلس آقایان رحمانی و اصولی را به گروگانگیری این تالار متهم میکنند. مجلس بی سرنوشت، جنجال بر سر رای مشکوک هنوز هم باقی است. این یک نقطه چند روز است که اعضای مجلس نمایندگان را به دو دسته تقسیم کرده است. میر رحمان رحمانی نامزد پست ریاست این مجلس همراه با هوادارانش این رای را درست می دانند. اما طرف دیگر کمال ناصر اصولی که کمتر از آقای رحمانی رای به دست آورده، همراه با هوادارانش برعکس آن نظر دارد. نمایندگان مجلس در هفتمین روز اختلافشان بر سر کرسی ریاست این مجلس است، یک به یک به تالار عمومی می آیند تا به تنش به وجود آمده نقطه پایان بگذارند. اما ظاهرا فضا این مجلس هنوز هم شکننده است. رئیس مجلس او تجربه لازم نداشت، برنی همون رو مشکل حل بود. در ثانی حال هر دو طرف هر کس به اصول وظایف داخلی به نفع خود تعبیر می کند. عقربی ساعت ثانیه به ثانیه می گذارد و رسانه هم منتظرند تا جزئیات تازه به دست آورند. اما هر نماینده که از این تالار بیرون می شود، نامید کننده سخن می زند. اینا به حق ملت افغانستان جنایت می کنه، خیانت می کنه. اینا کمیشنکارهای هستند که بر منافع خود کوشش می کنه. مژده ملت نفر را غلی تا سود ملت ستونزی حل کن.
مرد دی گروگان نیو دغه هیله لرو چې نور د مازلدی بس کی ختم کی. سرانجام این نشست که همانند نشست های گذشته پشت دروازه های بسته برگزار شده بود باز هم بی نتیجه پایان یافت. هواداران رحمانی میگویند آنان فردا اعلامیه مشترک را منتشر خواهند کرد که در آن میر رحمان رحمانی رئیس مجلس اعلام خواهد شد. ما یک اعلامیه را داریم، او اعلامیه را ما به مشوره تالار او اعلامیه را ما میخواهیم نشر کنیم. اعلامیه است که سه مرحله را ما پیشتر گذشتاندیم. آقای رحمانی به صفت رئیس مجلس شناخته شده. اما کمال ناصر اصولی که نامزد پست ریاست مجلس نمایندگان از هر گونه حرکت زورگویانه را از بر تعیین رئیس مجلس نمایندگان پذیرفتنی نمیداند. اشغال کردن کرسی ریاست ولسی جرگه را به هیچ کسی اجازه نمیدیم. کسی که از طریق اصول وظایف داخلی میای رئیس ولسی جرگه می شود، ما از طریق قانون آنها را میپذیریم. این اختلاف ها در حال ادامه دارد که کمیسیون حل منازعه بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان چهارشنبه هفته گذشته میر رحمان رحمانی را برنده انتخابات این مجلس دانست. اما شماری از نمایندگان این مجلس یک رأی باطل آقای رحمانی را نادرست دانسته و با تصمیم این کمیسیون مخالفت نموده و آن را یک جانبه پنداشتند. شماره از اعضای مجلس سنا میگویند که حاجی دلاور در دور 16 این مجلس مشاور بوده است. آنان تاکید میکنند که نهادهای امنیتی باید این مورد را به گونه جدی پیگیری نماید. در همین حال آگاهان نظامی میگویند که استخدام سلیقه‌ای و ابزاری در نهادهای دولتی سبب شده که اشخاص نفوذی بسیار در بدنه دولت جابجا شوند. حاجی دلاور که مشاور دور 16 مجلس سنا بود، به اتهام فراهم کردن تسهیلات انتحاری به حراس‌افگنان دو روز پیش از سوی پلیس بازداشت شد، موردی که اکنون گپ و گفت های بسیاری درباره آن وجود دارد. ما را میپذیرند، تایید میکنند که مشاور بوده. ولی مشاور در دوره 16 بوده، در کارتش هم تاریخش نوشته است که در برج هود میاد کار و قرارداد از این ختم شده بوده و بعد از برج هود هیچ گونه ارتباط کاری روابط با مجلس سنا نداشته. علاوه از او کارت هم فقط برای جواز دخول پارکینگ پارلمان بوده، نه کدام چیزی دیگر. ناتوانی نهادهای امنیتی و کشفی بخش از عامل نفوذ این گونه افراد در نهادهای دولتی در کشور دانسته می شود. آگاهان هشدار می دهند که احتمال وجود افراد نفوذی بسیاری در بدنه دولت است که با حراس افغانان همسویی دارند. متاسفانه در استخدام افراد بلند رتبه دولتی، مخصوصا بخش از مشاورین و سایر بخش ها، دیدگاه سلیقه‌ای و ابزاری است. احتمالاً مانند آقای دلاور کسان دیگری هم در این نظام سیاسی افغانستان در بخش‌های مختلف باشند که با شبکه‌های تروریستی همسویی و همصدایی دارند. وزارت داخله میگوید که حاجی دلاور با اسناد از سوی نهاد بازداشت شده و بررسی‌ها درباره پرونده آن ادامه دارد. همچنان سخنگوی نهاد در گفتگو با رادیو آزادی از احتمال تحقیق از رئیس مجلس سنا در پیوند به اتهام دست داشتن مشاورش با حراس افغانان خبر داده است. هغه ترسانو ته او ترسی شبکو ته له پاکستان څخه منفجرات توکي او نقد پیسې را انتقالولي. همدارنګه هغه له یوې سیمې بلې سیمې ته انتحاریان هم انتقالول، چې تیره ورځ له پوره شواهدو او اسنادو سره یو ځای ونیول شو. با این همه پرسش بسیار از آگاهان این است که حاجی دلاور که به اتهام فراهم کردن تسهیلات انتحاری به حراس افغانان از سوی وزارت امور داخله بازداشت شده، چگونه توانسته است تا بست مشاوریت مجلس سنا برسد و از سوی نهادهای امنیتی شناسایی نشود؟ اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات الفتح طالبان ناکام بوده است. وی که در مراسم معرفی فرماندهی جدید قلوردی عملیات‌های خاص در کابل سخن میزد تاکید کرد که پس از اعلام این عملیات طالبان موفق به تصرف هیچ بخشی از کشور نشدند. در همین حال فرماندهی قلوردی عملیات‌های خاص به طالبان هشدار میدهد در صورتی که جنگ افزارهایشان را به زمین نگذارند نابود خواهند شد. مراسم معرفی فرمانده جدید قلوردوی عملیات های خاص. در این مراسم محمد فرید احمدی به حیث فرمانده این قلوردو گماشته می شود. وی به طالبان هشدار می دهد که اگر جنگ افزارهایشان را به زمین نگذارند نابود خواهند شد. و به رهبران طالبان هشدار می دهم که شما در ناز و نعمت در خارج زیر بیرق بیگانه ها و به خاطر اهداف اجنبی ها اولاد مردم افغانستان را نکشید. در غیر آن سه
سرنوشت شما بدتر و زلیلتر از سبودان خواهد بود. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی نیز در این مراسم عملیات الفتح طالبان برای سال روان را ناکام دانسته و می گوید که پس از اعلام این عملیات طالبان موفق به تصرف هیچ بخشی از کشور نشدند. آقای خالد می افزاید که در ماه مبارک رمضان به 23,000 خانواده کشته شدگان و معلولان نظامیان کشور نیز پول کمک شده است. هر سال گذشته در ماه مبارک رمضان غیر از این که 25 فامیل شهدا را دعوت بکنیم برای افطار و احترام خود برشان تقدیم بکنیم کمک نداشتیم، ولی امسال برای 23,000 فامیل شهید و معلول در ماه مبارک رمضان به هر فامیل 10,000 افغانی کمک و مساعدت شده که در جریان از بازش شاید در کمتایشان رسیده باشد بازش تا چند روز دیگه خواب درست. برادر عزیز ما، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت مردم خود داریم. الحمدلله ملت افغانستان در حمایت ما شما قرار دارد. ما حمایت سیاسیون خود را، ما حمایت رهبرای معزز جهاد افغانستان را با خود داریم. ما حمایت جامعه جهانی را که شاره بشاره به همراه ما شما در تمام نورات یک جای قرار دارم داریم. سرپرست وزارت دفاع ملی در حال از ناکامی عملیات الفتح طالبان سخن میزند که پیش از این وی از برنامه این وزارت به منظور پسگیری ولسوالی هایی که زیر تسلط طالبان است نیز سخن زده بود. برنامه که روشن نیست چه زمانی آغاز می شود. شماری از نمایندگان غور با ابراز نگرانی از احتمال منهدم شدن منار جام این ولایت از اثر سیلاب میگویند که این عبده تاریخی در معرض نابودی قرار دارد، اما حکومت برای حفظ آن تا اکنون هیچ کاری انجام نداده است. در همین حال شماری از باشندگان کشور نیز با متهم کردن حکومت به بی‌توجهی در حفظ این اثر تاریخی کارزاری را به منظور حفظ آن در رسانه اجتماعی راه اندازی کردند. حسین راستی منش گزارش می‌دهد. منار جام غور که قدیمی ترین منار خشتی جهان به حساب می آید و بیش از 800 سال پیشینه تاریخی دارد، این روزها وضعیت خوبی ندارد. افزون بر زلزله، دستبرد و ناامنی ها در روزهای پسین سیلاب ها به شدت این آبده تاریخی را مورد تهدید قرار داده است و اگر چاره برای حفظ آن سنجیده نشود، ممکن است این اثر باستانی به زودی از پا بیفتد. قطعه 012 که به خاطر حفظ منار جام است، او 16 نفر پرسنل داره، 1 میل پیکای کانو، 1 میل راکیت و 6-7 میل هم کلاشنکوف خراب و فرسوده و از بین رفته دارم. 20% الی 30% تزهیناتی که در روی اون حک شده بود از بین رفته است. اگر افغانستان آرام شد و آباد شد، باور کنید سرمایه که منار جام به افغانستان باز میده، هیچ جایی به افغانستان باز دلی نمیکنه. احتمال منهدم شدن این آبده تاریخی از اثر سیلاب ها بسیاری از باشندگان و فرهنگیان را نیز نگران ساخته است. برخی از آنان در شبکه های اجتماعی با راه اندازی کارزار برای حفظ آن این عکس منار جام را نشر کرده و به کنایه نیز به حکومت نوشتند که شمالی لالزار باشد به ماچی، سیلاب پای منار باشد به ماچی. بین رفتن این منار مثل بودای بامیان در واقع ما یک آثار تاریخی بسیار بزرگ و ارزشمند از دست میتیم و در کنار از این ما یک مقطعی از تاریخی که برمیگرده به دوره غوریان ایرا یک سند تاریخی را از دست میتیم. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان فرهنگی یونسکو میگویند که به زودی یک هیئت متخصص را برای بررسی و حفظ این اثر تاریخی به غور خواهند فرستاد. متخصص بسیار مشهور ایتالیایی که در بالای منارهای دیگه هم کار کرده، همراه هیئت وزارت اطلاعات و فرهنگ انشاءالله در ماه سرطان میآیند. یونسکو هم در کنار بایی تشویشا شریک است کامله، بیشتر از شمایی را درک میکنند، مسئولیتشان است در اینجا اقدامات عملی را میکنند. منار جام در سده 12 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث الدین غوری به بلندای 64 متر ساخته شده و در سال 2002 این آبده تاریخی در فهرست میراث های فرهنگی جهان قرار گرفته است.
وقفه کوتاه میگیریم. با خبرهای اقتصادی خوش آمدید. به زودی روند بیمه وسایل نقلیه در افغانستان آغاز خواهد شد. امروز تفاهم‌نامه بیمه الزامی وسایل نقلیه میان اداره عمومی ترافیک و شرکت بیمه ملی افغان به امضا رسید که بر بنیاد این تفاهم‌نامه روند بیمه تمام وسایل نقلیه در کشور آغاز خواهد شد. مسئولان ریاست ترافیک میگویند انجام این کار رویدادهای ترافیکی را کاهش داده که در این میان تلفات انسانی و خسارات مالی نیز کاهش می‌یابد. بر بنیاد آمارهای تازه سالانه نزدیک به 4000 رویداد ترافیکی در کشور رخ می‌دهد که از اثر آن هزاران نفر کشته و زخمی شده و صاحبان وسایل نقلیه و رانندگان خسارات هنگفت مالی را متقبل می‌شوند. در پیوند به رسیدگی به این چالش امروز تفاهم‌نامه بیمه وسایل نقلیه میان اداره عمومی ترافیک و شرکت بیمه ملی افغان امضا شد. مسئولان می‌گویند این تفاهم نامه الزامی است و به زودی روند بیمه وسایل نقلیه در کشور آغاز خواهد شد. امروز شاهد عقد یک تفاهم نامه الزامی بیمه که برای شخص ثالث برای ترافیک و شاملین ترافیک افغانستان ما به تفاهم می رسیم و امضا می کنیم. انشاءالله وعیدی از این را می دهیم که گام های برای تسهیلات بیشتری که در سیستم ترافیک افغانستان ما پیش بین هستیم و داریم سر از او کار داریم. خدای نخواسته در کدام حادثه ترافیکی باعث ضرر رسیدن به اشخاص ثالث میشه و شهروندهای کشور میشه، بتانند که تا حد از خسارات جلوگیری شه و هم کمک به صاحب واسطه میکنه و هم کمک و مسئولیت بیشتر برای شهروندان ما ایجاد میکنند. در همین حال مسئولان شرکت بیمه ملی افغان میگویند با شیوه ساده و بهای مناسب خدمات بیمه وسایل نقلیه را عرضه خواهند کرد و حاضرند در تمام ریاست های ترافیک ولایت ها نمایندگی ایجاد کنند. مجبور توانی ازلوشی دقیقی و منظم میکانیزم جور کو افغانستان که در بیمه در خیر تطبیق کو. این در حال است که اکنون روزانه ده ها رویداد ترافیک در سراسر کشور به ثبت می رسد که تلفات جانی و خسارات مالی را نیز در پی دارد، اما هیچ نهادی نیست که به این چالش ها رسیدگی کند. دو قرارداد جاده سازی در ولایت بلخ به ارزش 1,700,000,000 افغانی میان وزارت ترانسپورت و شرکت های خصوصی داخلی امضا شد. وزیر ترانسپورت میگوید با ساخت این جاده ها ازدحام‌ها در شهر مزار شریف کاهش یافته و نیز سهولت های بیشتر ترانسپورتی برای باشندگان این ولایت فراهم خواهد شد. وزارت ترانسپورت امروز قرارداد ساخت جاده حلقه شهر مزار شریف را به درازای 17 کیلومتر و قرارداد اضافه کاری جاده شرق دریای تنگی چشمه شفای ولایت بلخ را به درازای 2 کیلومتر با شرکت های خصوصی داخلی امضا کرد. وزیر ترانسپورت میگوید پروژه نخست در 24 ماه و پروژه دوم در 5 ماه به بهره برداری خواهد رسید و با تکمیل شدن این پروژه ها بخشی از چالش های ترانسپورتی باشندگان ولایت بلخ برطرف خواهد شد. با این دو قرارداد و 4 قرارداد دیگه که وزارت تحت کار داره در ولایت بلخ، مجموع سرمایه گذاری که دولت در بخش زیربنای ترانسپورتی در ولایت بلخ انجام میده به 1,700,000,000 افغانی میرسد. اما آنچه نمایندگان ولایت بلخ را نگران ساخته بی توجهی نهادهای حکومتی به ویژه وزارت ترانسپورت به ساخت جاده ها در ولسوالی های دوردست این ولایت میباشد. خواهش ماهی هستم که ما در ولسوالی های دور افتاده ای که از شهر مزار شریف دور هستند توجه بیشتر خواهان هستیم. ولسوالی چارکند هست، در پلوش یک سرک دولت آباد هست و یک دو سرک که دیگری هم در ولسوالی ها هستند توجه بیشترشان خواهان هستیم. این در حال است که به دلیل سیلاب های مخرب در چند ولایت کشور برخی از جاده ها تخریب شده و باشندگان آن با چالش های جدی گشت و گذار روبرو شدند. مهندسان جاده از وزارت ترانسپورت و شرکت های قراردادی ساخت جاده ها می خواهند آبرو و سیلاب رو جاده ها را درست بسازند تا پروژه ها از اثر سیلاب ها آسیب نبینند. خبرهای خارجی پس از میان برنامه.
به رویدادهای خارجی خوش آمدید. در پی افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران، عمران خان نخست وزیر پاکستان نسبت به خطر بروز درگیری در منطقه هشدار داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر پاکستان امروز در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که تنش‌ها در منطقه باید از طریق گفتگو حل و فصل شود. این گفته‌های نخست وزیر پاکستان در حال ابراز می‌شود که آمریکا 1500 نیروی اضافی به منطقه خلیج می‌فرستد. در نتیجه درگیری میان زندانیان و نگهبانان در یک زندان بنزویلا 29 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های پلیس گفتند که ازدحام بیش از حد زندانیان و نارضایتی آنان از وضعیت زندان سبب درگیری میان زندانیان و نگهبانان شده است. با گفته این مقام‌ها 20 نگهبان در این درگیری‌ها زخمی شدند که وضعیت بهداشتی نزدیک به 5 تن آنان وخیم گزارش داده شده است. شرکت فضایی اسپیس اکس نخستین مجموعه از ماهوارهای خود را به هدف ارائه اینترنت پرسرعت در جهان به فضا پرتاب کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، 60 ماهواره کوچک این شرکت توسط یک موشک فالکن از ایالت فلوریدای آمریکا به مدار زمین پرتاب شده است. این ماهواره ها که هر کدام چند صد کیلوگرم وزن دارد، قرار است با قرار گرفتن در مدار نزدیک به زمین شبکه‌ای را به وجود بیاورد که با کمک آنها شرکت اسپیس اکس قادر خواهد بود اینترنت پرسرعت برای کاربران فراهم کند. این بود خبرها تا این ساعت تقدیمتون شد. از اینکه همراهی من بودید سپاسگزارتان هستم. شبتان بخیر. خدا نگهدار.